به نام خداوند جان و خرد خداوند هدایتگر آمورزنده تعالی بخش و مرشد و مراد دوستداران و علاقمندان و بندگان سلام و عرض ادب دارم خدمت یکایک شما بینندگان مخاطبان و شنوندگان این برنامه اونچه که در گفتار امروز مطرح خواهم کرد تحت عنوان شرحی در مفهوم هدایت الهی است که زیل این عنوان چهار پنج نکته رو به ترتیب با شما در میان خواهم نهاد که احتمالاً یه گفتار کفایت نخواهد کرد و ممکن است به گفتار دوم منتهی شود <coughs> این البته در حین بحث و در ادامه گفتار روشن خواهد شد تلاش میکنم که اون چه که <coughs> میخواستم بگم و میخوام با شما در میان بگذارم در یک گفتار به پایان برسد ولی احتمالا شرح و بست اون اجازه نخواهد داد که در همین گفتار بحث به پایان برسد به همین دلیل اگر به اتمام نرسید انشاءالله ادامه شو در گفتار بعد پی خواهیم گرفت مفهوم هدایت الهی یک بحث بسیار مهمه در زندگی انسان و به طور خاص در ادیان و به طور اخص در ادیان ابراهیمی و از جمله اسلام توضیح مختصری به عنوان مقدمه بدم که معلوم شود که درباره چی صحبت میکنیم و بعد موضوعات یا پرسش ها یا ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد رو با شما در میان خواهم نهاد هدایت یعنی راهنمایی یعنی اگر بخوایم در کوتاه‌ترین بیان هدایت رو تعریف کنم می توانم بگویم که عبارت است از رهنمود دادن راهنمایی کردن خب راهنمایی هم میدونیم که کوتاه شدهی نمودن راه نشون دادن راهه من تو خیابون دارم راه میرم شما از من میپرسید که فلانجا کجاست من هم یا با کلمه یا با دست و با حرکت و یا با هر دو به شما میگویم که فلانجایی که شما میگویید از این طرف معمولا ما در کوچه و خیابان و در حین صحبت و مکالمه با افراد از چند ابزار برای افاده مقصود استفاده می کنیم ساده ترینش و مشهور ترینش و رایج ترینش استفاده از کلمه و کلامه میپرسید که توبخونه کجاست؟ می گویم فلان جاست یه جایی رو نشون تو نشون یه جایی رو میگم و ممکن است که یه نشانه های دیگری هم بدم بله از سمت راست برید بعد سمت چپ بپیچید بعد نمیدونم دوباره مستقیم برید بعد سوا سمت راست میرسید اونجا میدون توپخونه است نشانی هم اینه یک ساختمان بلند هست مثل پست تلگرافه سمت چپ نمیدونم خیابان فلانه سمت راست خیابان فلانه مستقیم خیابان سپه هست و یعنی <coughs> ساده ترینش این است که با لفظ و با کلمه میگویم کجا یه وقتی ما آدرس رو معمولا می نویسیم یعنی اگر تو خیابون نباشه و یا به کسی بخوایم آدرس بدیم آدرس رو می نویسیم. رو کاغذ می نویسیم میدیم دست طرف طرف هم نگاه میکنه میره خب این خودش یک نوع راهنماییه یک استفاده است متا استفاده از کلام مکتوبه یک بار راهنمایی از طریق لفظ کلمه است که میگم یک بار هم با حرکت دسته و دادن دسته که میگویم همون تو خیابان که روبروی شما ایستادم شما میپرسید توبخونه کجاست میگم که از این راه، از سمت راست برو بعد سمت چپ بپیچ، بعد سمت راست بپیچ، بعد فلان، بعد فلان و, و گاهی هم حرکات من همراه با حرکت چشمم هست یعنی با چشم هم نشانی میدهم و چشم اونقدر مهمه که اگر من مهارت در استفاده از چشم داشته باشم ممکنه که حتی در یک شرایطی و یا نتونم یا نخوام از دستم استفاده کنم یا از کلامم استفاده کنم حتی با حرکت چشم هم میتونم نشونتون بدم حرکت چشم مستقیم رو نشون میده به سمت راست را نشون میده سمت چپ نشون میده یا حرکت سر درستان میخوام بگم که هدایت عبارت است از نشون دادن راه نشون دادن مقصد نشون دادن مقصود که یا شما میپرسید یا نپرسیده من با شما میگویم که اگر از این طریق بروید به فنانجا میرسید که مقصود شماست آدرس شماست اونجایی که میتونید برید بنابراین هدایت رو اگر بخوایم که به طور معمول و متعارف در محاورات عمومی سراغ بگیریم و فکر میکنم در قرآن و دین و مفهوم هدایت الهی هم جزی نیست یعنی با استفاده با همین لغته عبارت است از نشون دادن راه این که من با شما بگویم که از کجا حرکت کنید به کجا برسید و چگونه برسید و به مقصد برسید یا یه وقت هم ممکنه که اضافه کنم که نیم ساعت راه برید به فرنجا می رسید یک ساعت راه برید به فرنجا می رسید این مفهوم هدایت به مفهوم لغوی کلمه کلمه است به مفهوم محاوره ای و به مفهوم اصطلاحی کلمه هست. اصطلاحی به معنی اصطلاحات عام که <clears throat> فلان کس رو هدایت کرد به فلان جا در مفهوم عامش در مفهوم کلیش اما به معنی خاص یا به معنی اخص کلمه که الان داریم در, در بارش صحبت میکنیم در مورد هدایت یا هدایت الهی در چارچوب اندیشه دینی الهی و توحیدی است چون ما اینجا در لغت صحبت نمی کنیم ما در اینجا نمیخوام لغت معنا به مخاطبان بیاموزیم و بیاموزانیم اون چی گفتم برای ورود به بحث بود یعنی خواستم بگم که هدایت به همون مفهومی که عامه میفهمن به همون معنا هم در قرآن در ادیان توحیدی در ادبیات اسلامی مسیحی کلا در ادبیات مذهبی هم مورد استفاده است هدایت در ادبیات دینی به خصوص دین ادیان ابراهیمی یعنی یهودیت، مسیحیت، اسلام و حتی دین زرتشت عبارت است از هدایتگری خداوند که بندگانش را به سوی مقصد یا مقاصد معین و مشخصی راهنمایی می کند یک نشانه های راهی رو به شما می دهد و میگوید اگر از این راه رفتید به مقصد می رسید اگر از این راه نرفتید نمی رسید یا اگر عوضی رفتید اشتباهی رفتید به یک مقصد دیگری می رسید بنابراین هدایت یک نشانه راهه یا یک استفاده از نشانه های راه یه نشانه هایی رو در اختیار رهرو گذاشته میشه و میگویند که خیلی خوب از این نشانه ها استفاده کن برو ناصر خسرو در ارتباط با فلسفه حج جمله مشهوری داره دیگه میگه کعبه نشانی است که ره گم نکنیم کعبه نشانی است که ره گم نکنیم اون چهار دیواری و نمیدونم که اون شکل شمایل فیزیکی که در کعبه هست مورد توجه نیست اونجا که خدا دف نشده که بگیم که اینجا خانه خداست حتی کعبه مسجد به مفهوم متعارفش در ادبیات اسلامی هم نیست البته در کنار کعبه مسجد الحرام هست حالا پیش از اسلام هم بوده ولی بعدا نامش شد مسجد الحرام که در کنار کعبه قرار میگیره ولی در فعلا در ادبیات اسلامی مسجد الحرام جدا از خانه کعبه است کعبه سنگ نشانی است که ره گم نکنید یا همون جمله مشهور معروف بودا که فکر میکنم بارها به مناسبت ها در این گفتارها از اون استفاده کردم چون جمله بسیار بسیار آموزنده و مفید و مؤثر و روشنگری است جمله مشهوری از بودا نقل میشه که به کعبه ماه اشاره کن ابلهان به جای اینکه ماه را ببینن انگشت تو را میبینن بنابراین در ادبیات دینی هدایت الهی عبارت است از ارائه نشانهای راه به آدمیان که متوجه کعبه مقصود هدف نهایی قایت الغسوای ارز کنم که نهایی انسان رو متوجه کنه این راه رو برو تا به فلانجا برسی این هدایت الهی است منتها در ادبیات دینی اینجا قایت القصوا توجه به خداوند است یعنی ما در یک طرف هادی داریم هدایتگر در یک طرف هم مهدی داریم هدایت شده چون حالا در ادبیات اسلامی هم حالا بحث مهدبیت هست من الان نمیخوام واردش بشم چون در ادبیات اسلامی و کلا ادبیات دینی ابراهیمی خداوند هدایتگر پیغمبر میفرسته و او هم از جانب خداوند ابلاغ پیام میکنه بنابراین پیامگر هم پیامبر هم در حد خودش هدایتگر است متا پیام هدایت الهی رو برای بشر می آورد اما در این حال پیامبر به صلاح به صورت یک ضبط صوت و فقط به صورت یک فلش راهنما نیست پیامبر خودش هم انسانه خودش هم منفعل نیست در برابر وحی که حالا یک بحث جداگانه ایه و که خارج از موضوع بحث ماست و او هم در تولید پیام الهی البته نقش داره نقش فعال داره نقش خلاق دارد ولی در نهایت پیامبر همونجوری که اسمش هست پیام آور است نبی است نبی همون گونه که گفته می شود ارز کنم که ازوسو در کتاب خدا و انسان در قرآن توضیح میده البته دیگر زبانشناسان هم گفتن که <coughs> چون عربی اگر نگیم عدل ابری در آمده به شدت تحت تاثیر زبان ابریه و در ابری نابهی به معنی آورنده خبره کسی که خبری برای کسی یا جایی می آورد بنابراین نبی یعنی از جای کسی که از جای خبری آورده بنابراین نبی یعنی آورنده خبر گزارشگر خبر خبر هر رو هم می توانیم معادل پیام بگیریم چون در خبر هم یه پیامی وجود داره دیگه و همینجور الان مثلا فرض کنیم میگیم اخبار رادیو تلویزیون اخبار که جمع خبره یعنی چه یعنی بالاخره این مجموعه این دستگاه فیزیکی دیگه در برابر ما هست اسمش رادیو هست تلویزیون هرچه هست این به صلاح از طریق کلام یه پیامی رو به ما منتقل میکنن خبر به ما میدهن منتها خبر رو از طریق کلام به ما یا تصویر به ما بیان میکنن یه پیامی رو به ما میرسانن در هر صورت در بحث هدایت الهی در یک طرف خداست که حادیه و جالبه که یکی از اسامی خداوندم هادیه هدایتگره در یک طرف انسانه که مهدی هدایت میشه که البته در فرهنگ شیعه غیر از پیامبر دوازده تا امام هم هستن که اینها هم به تعبیر رایج متکلمین تالتل به پیامبر تلقی میشن چون در تفکر شیعه دوازده امامی امامان دوازده گانه هم ارز کنم که علم غیب دارن هم اسمت دارن به هر حال یک نوع مقام معنوی دارن در حد پیامبر نیست ولی چیزی هم از پیامبر کم نداره طبق دیدگاه معمول و رایج شیعیان خب بنابراین خدا و حالا اگر در تفکر اسلامی به طور آن بگیریم خدا و رسول آورنده هدایت الهی هستند ابلاغ کننده هدایت الهی هستند و انسان رو هدایت میکنن راهنمایی میکنن رهنمود میدهن نشانه های راه به آدم میدن و بعدم میگن خیلی خوب حالا خودت چون تو انسان مختار و آزادی هستی فقط پیام رو بشن حالا را بیوفت حالا خودت میخوای برسی به هر اساس کار در اینجا انسانه متا هدایتگر خداونده خب در تفکر شیعه غیر از پیغمبر غیر از خدا و رسول دوازه امام هم هستن که کار تقریبا شبیه پیامبر انجام میدن اونها هم نوع واسطه فیضن اونها هم عامل هدایتن اونها هم روشنگرن اونها هم مهدی هستند به همین دلیل مهدویت البته مهدویت به معنی عامش در ادیان مختلف هم بوده یهودی ها هنوز منتظر آمدن مسیح هستند و اونچنان که گفته میشه یهودی <coughs> ها هر هزار سال یک بار تقریبا فکر میکنن که مسیح آمده مسیح یعنی حضرت عیسی یک بار آمد اونو تکسیب کردند و بعد اخیرا در یک کتابی خوندم که مال یکی از نویسندگان آمریکایی، البته در باب اسلام و تاریخ اسلامه و میگه اینکه یهودی های مدینه منتظر آمدن محمد بودن یا زود به محمد گرایش نشون دادن به این دلیل بوده که یهودی ها طبق اون میارهای هزارهایی که داشتن در اون زمان یعنی قرن هفتم میلادی هزارهشون بود یعنی فکر میکردن که به زودی مسیح ظهور خواهد کرد وقتی محمد میاد مخصوصا در مکه و تا سال دوم هجری در مدینه خود رو ادامه دهنده راه ابراهیم و موسا و عیسی میدونه خودش رو طبق سریع قرآن مصدق راه انبیا میدونه تصدق کننده ای اونا میدونه بارها محمد بخصوص تو مکه اعلان میکنه که من حرف غیر از راه ایسا و موسا و ابراهیم ندارم و من ادامه دهنده رای را اونا هستم حرف اونا رو دارم بگم به هر حال یه مصلح دینی بود در ذهنیت عامه مردم حالا تو مدینه از سال دوم سوم به بعد بسره فرمون روایی محمد میشه حکومت محمد مطرح میشه خب داستانی خورده متفاوت میشه ولی اساس دعوت پیامبر اساس بعثت پیامبر و اون چی که مردم رو به اونا فرا میخونده ادامه راه عیسی و موسی و ابراهیم بوده متا با اصلاحاتی یعنی محمد معتقد بود که در اونها یک اشکالاتی پیدا شده یه یعنی انراپاتی پیدا شده من میخوام این رو درستش کنم بنابراین همون بود چیزی غیر از اون نبود به همین دلیلی که در قرآن هم وقتی شما نگاه میکنید میبینید که اسلام هیچ کجا در قرآن این جالبه حالا خارج از بحث منه ولی اشاره میکنم واژه اسلام در هیچ کجا در قرآن به معنای دین اسلام یعنی به معنای دین خاص محمد اطلاق نشده واژه اسلام واژه مسلمین واژه مسلمانان و گاهی با پیشوند دین این ندین این الله الاسلام با اینا گفته شده اما در همه جا با، یا به معنی از لغوی یا به معنی صلح یا به معنی ارزکان تسلیم در برابر اوامر و نوای خداونده و در این زمینه هم بین دعوت محمد و دعوت عیسی و موسی و ابراهیم طبق صریح قرآن هیچ تفاوتی وجود نداشته ان دین این الله الاسلام یعنی یک دین نزد خداوند است و اونم اسلامه اسلام هم در اینجا باز هم به معنی مذهب به معنی چارچوب مکتب و شریعت و نماز و روزه و حج و کلیسا و مسجد اینا نیست اینجا همونجوری که عرض کردم اسلام یا به معنی صلح که غالبا در قرآن صلح به معنای اسلام و صلح یا در بعضی از جاها به تناسب لغت و در ساختار کلام مشخص میشه که تسلیم در برابر خداونده خب یهودی هم همین اداره داشتن مسیح هم همین اداره دارن مسلمان هم همین اداره دارن به نظر میاد که دین اسلام از بعد از پیغمبر پرورده شده شکل شمایل تاریخی پیدا کرده به صورت امروز در آمده حالا بحث رو خیلی در این مقدمه طولانیش نکنم میخواستم این عرض بکنم که هدایت الهی در قالب دعوت به اسلامه حالا اگه زبان و قرآن صحبت کنیم یعنی دعوت به سول یعنی دعوت به سلامت دعوت به آشتی دعوت به امنیت دعوت به آرامش از نظر شخصی و در روابط اجتماعی آدم ها و از نظر عرفانی معنوی اخلاقی که قایت القسطا با هم خداونده با انگشت به ماه اشاره کن که حرف بودا رو براتون نقل کردم اون انگشت راهنما ما رو متوجه کجا میکنه متوجه نور الانوار به تعبیر قرآن نور الانوار نور در قرآن خیلی پربسامد است به خداوند گفته میشود نور یا نور الانوار که حالا میتوان گفت که این تحت تاثیر شاید مثلا ادبیات زرتشتی ایرانی هم بوده ولی زاق غزالی کتابی داره به نام مشکات الانوار مثلا کتابی داره به نام مشکات چون مشکات و انوار و نور الانوار و همه این اصطلاحات قرآنی دیگه و غزالی هم از همین استفاده میکنه کتابی داره به نام نور الانوار یا در قرن ششم مثلا از کنم که حکیم و عارف و فیلسوف بزرگ و نامدار ایرانی که بعد کشته شد به دلیل عقایدش و مشهور شده به شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی که معروف فلسفه‌ش هم به نام فلسفه اشراقه که فلسفه اشراق در واقع خمیرمایه اصلیش همون حکمت خسروانی ایرانی پیش از اسلامه که بعدم یه خورده با قرآن و روایات و فرهنگ اسلامی و شیعی و اینها آمیخته شدیم در هر صورت هدایت انسان طبق ادبیاتی که در ادیان ابراهیمی و از جمله در اسلام هست توجه انسان به خداونده در مقصد نهاییش به صورت فلش راهنما به سوی نورولانواره که <coughs> ما را متوجه خدا کند و از اون اگر یکم بیایم پایین تر طبق قرآن می شود آخرت در قرآن کلمه مبدع و معاد ابت کلمه معاد به کار نرفته ولی بله قیامت بارها به کار رفته ما را همواره متوجه خدا به قیامت میکنه و اگر چیز سومی هم بهش بخوام اضافه بکنیم میتوانیم بگوییم که ما را دعوت به یک نوع اخلاق میکند که این هم از توی خود قرآن در میاد پیامبر اسلام به عنوان مدل اخلاقی عظیم این نکل على خلق عظیم در اونجا از قول خداوند به پیامبر خطاب می شود که تو دارای خلق عظیم هستی خلق جمعش اخلاق دیگه یعنی تو یک انسان اخلاقی یک مدل اخلاقی یک اسوه اخلاقی یک نمونه و یک سرنمون اخلاقی مهمی هستی خب مؤمنان باید هدایت بشوند چگونه هدایت می شوند از طریق الگوبرداری از رسول متوجه خدا و قیامت می شوند و در این تعاملات و در این تغییرات و تحولات و در این سیرورت به تعبیر قرآن اون وقت اون تسعید اخلاقی صورت میگیرد این است که پیامبر در یه جا میگه بو لی تم ما مل اخلاق در یه جا میگه ان الله بعثنی ان الله خداوند مرا مبعوث کرده به حسن خلق ان الله بعث بعثنی به حسن خلق که درست جمله یادم مونده باشه <coughs> بنابراین این مجموعه ادبیات کنار هم دیگه بگذاریم مفهوم هدایت در قرآن در ادبیات دینی آشکار می شود این مفهوم هدایته اما در اینجا میخوام چند موضوع رو با شما در میان بگذارم چون در ارتباط با مفهوم الهی از قدیم بحث های زیادی مطرح بوده و شده و اخیرا هم باز هم به حال برخی ها این بحث رو مطرح کردن و در این باره مناقشاتی صورت گرفته پرسش مطرح شده ابهاماتی مطرح شده من سعی میکنم در گفتار امروز و احتمالا گفتار دوم گفتار دیگر به این موضوعات و به این مسائل بپردازم موضوع اولی که میخواستم بگم که خوشبختانه در زمین همون مقدمه گفته شد بنابراین اون هم میشود به صورت موضوعی مستقل در نظر گرفت هم میتوان به عنوان یک موضوع در موضوع مقدمه و همون موضوع مفهوم هدایت بود که خواستم توضیح بدم این رو من در این یادداشت خودم به عنوان نکته اول یادداشت کردم بنابراین در ضمن مقدمه به تناسب از کنم که معنای هدایت رو توضیح دادم و شر دادم و فکر میکنم کفایت کنه موضوع دومی که مورد بحثه که مناقشه در این زمینه صورت گرفته و میگیره اینه که خب هدایت رو ما در این با این توضیحی که دادیم هدایت از آسمانه هدایت از بالاست وحیم از بالاست پیامم از بالاست یعنی طبق ادبیات دینی وقتی که, که جوری که گفته شد وحی نازل می شود نازل می شود کلمه لغت رو شما نگاه کنید نازل می شود یعنی از یک جای فرود می آید و به همین دلیل کلمه نزول و کلمه تنزیل در قرآن پر بسامده دیگه خود وحیی که بر پیامبر نازل شده که امروز ما به قرآن می شناسیم این به عنوان وحی منزل به معنی تنزیل تنزیلم یعنی چه؟ یعنی هی پایین آمده یعنی اون اراده و مشریت الهی تبدیل به کلام شده یعنی تبدیل در پیام شده در زیر گوش پیامبر در قلب پیامبر در درون پیامبر هر کجا که ما نمیدونیم چگونیه محمد بالاخره یا پیام، یا یسا یا موسی هر پیامبری بالاخره اون پیام الهی رو در درون خودش در قلب خودش در زمیر خودش دریافت کرده و بعد اون رو به صورت کلام درآورده لغت عربی یا به تعبیر قرآن عربی مبین در آورده و اون رو به دیگران ابلاغ کرده و ما علی رسول الله بلاغ دیگه کار پیامبرم جز ابلاغ پیام الهی نیست خب اون رو هم بدون دخل تصرف بدون تحریف به صورت یک متن در یک اول شفاهی در آورده برای مردم خونده و بعد به کسانی دستور داده که اون چی که من گفتم اینا رو بنویسید که کاتبان وحی پیر رسول بودن نوشتن و بعد از پیامبر هم اونچنان که در تاریخ قرآن گفته شده یک سیری طی شده تا در زمان عثمان به صورت یک متن مدون نهایی در آمده مثلا رسمی در آمده به همین دلیل میگن قرآن در زمان پیامبر حالا امروز بین قرآن شناسان و محققان اختلاف نظره که واقعا زمان محمد هم قرآن تدوین شده بود به صورت کتاب در آمده بود یا نه که عموما معتقدن که نه به صورت کتاب در نیامد و نوشته شده بود روی پوست به نوشته شده بود روی استخوان شطور نوشته شده بود روی نمیدونم چوب نوشته شده بود جایی مختلف پراکنده بوده ولی نوشته شده بود مکتوب بود بعضی میگن در زمان خود محمد مکتوب شده بوده یعنی مدون شده بوده و بعضی ها معتقدن بعض بعد از زمان محمده ولی در هر صورت اگر هم نوشته شده بود حتی اگر مدون شده بود بین دفتین به تعبیر علفن نبوده یعنی بین دو جلد نبوده و به همین دلیل ابوبکر وقتی که میگن در جنگ یمامه در جنگ جریان جریان اگر جر, جر رده یه تعدادی از در اون زمان هم حافظ بودن حافظان قرآن بودن دیگه مردم قرآن رو بیشتر در حافظه داشتن تا در کتابت اصولا عرب خیلی اهل کتابت نبود اونچون که گفته میشه بیشتر به حافظه تکیه میکردن یعنی فرهنگشون رو ارز کنم که تاریخشون رو زبانشون رو ادبیات رو با حافظه نگه میداشتن هم در میان اعرابی که خب هنوز وارد تمدن اونچنان نشده بودن هنوز تمدن و بزرگ شهری نداشتن طبیعی بوده ولی بله عجیب اینه که در همون زمان یعنی از پیش از اون در ایران ساسانی هم کتابت چندان رایج نبوده در اونجا هم ارز کنم که حتی همین اوستا میگویند که برای اولین بار که به صورت یک کتاب مفصلی نوشته شد در زمان شاپور دوم بود اوایل ساسانی ها بود که به میگن نوشته شد تازه اونم نوشته شد سه چهار نسخه بیشتر نبود یکی در کجا بود یکی در کجا یکی در کجا گفتن مورخین گفتن در اون یعنی اوستا در اختیار مردم نبود این سه چهار نسخه دولتی و حکومتی بود که خود دربار و پادشاه و سلاطین و بزرگان و موبدان فقط بهش دسترسی داشتن و بعد از اسلامه از قرن سوم هجری به بعد یعنی حدود دوی سی ست سال بعد از اسلامه که این عوستای فعلی میگن به تدریج نوشته شده اونا منچنان که بعضی از عوستاشناسان و بعضی از مورخان تاریخ دین زرتشت میگن انگیزه ای ایرانی ها هم رقابت با مسلمان ها بود چون دیدن که مسلمان ها کتاب دارن مثلا یا پیش از اون مثلا مانوی ها کتاب دارن چون در میان ادیان پیش از اسلام تنها مذهبی که کتاب داشت و پیغمبرش هم کاتب بود نویسنده بود خودش نوشته مانیست زرتش چیزی ازش باقی نمونده حالا کار نداریم که روی واقعیت تاریخی زرتوش محل اختلاف که هست یا نه. ولی فرض برای این که است که عموماً معتقدن که شخصی به نام زرتوش وجود داشته ولی اینکه در چه زمانی بوده کی بوده الا ماشاءالله اختلافه ولی از آن اختلاف ها رو نادیده بگیریم حداکثر اکثر چیزی که امروز در اوستای فعلی هست فصل اول اوستا که به نام گاهان یا گاتا هاست یک رساله کوچیکی است که به فارسی ترجمه شده در اول اوستا هست این یک رساله کوچیکی که نیایش های اساس زرتوشت است با خداوند شعر ماننده اون چی که ترجمه شده به این صورت به صورت شعر ماننده شعر شیر شعر به مفهوم شعر سبک نیمایی نه به مفهوم عروضی قدیم در هر صورت چیزی از اونها باقی نمونده خب اینا آمدن دیدن که مسلمان ها کتاب دارن به م... کتابشان مینازن به کتابت هم مینازن چون مسلمان ها بالاخره کتابت رواج دادن دیگه برای اینکه پیغمبرش گفت قید العلم بالکتابه که از طریق ابن عباس این روایت نقل شده که پیغمبر فرمود که آقا علم رو با کتابت مهار کنید و پیغمبر خودش هم حالا میگن پیغمبر بعضی میگن نوشتن میدانسته و نمی نوشته ولی بعضی ها میگن نه اصلا نمیدانسته حالا بونش ندارن ولی ظاهرا خود پیغمبرش چیز نمی اما در میان ادبیات در میان پیش از اسلام در ایران اساسانی تنها پیامبری که خودش نویسنده بود کتاب داره ما نیست غیر از اون نظر زرت زرتوش چیزی داره نه بعدها مزدک چیزی داره حالا مزدک دای پیامبری نداشت ولی به هر صورت ایرانی های پیش از اسلام هم کتابت براشون مهم نبود و حتی مغان و معبدان و رهبران دینی زرتشتی ها اصلا از کتابت تبره می جستن، کتابت میذاشتن کنار. و عجیب اینه که میگفتن در کتابت متن مقدس دعاها و نیایش های مذهبی ما تحریف میشه. باید به با حافظه تکیه کنیم. در حالی که برعکسه تو حافظت بیشتر تحریف میشه. حافظا تغییر میکنه، حافظا دچار سستی میشه، دچار اشتباه میشه. ولی کتابت، کتابت دیگه نوشته است دیگه. و ولی این بعد از اسلامی که زرتشتی های ایرانی تحت تاثیر فرهنگ و ادبیات سنت تمدنی ایرانی اسلامی آمدن این به صلاح این نوشتن به همین دلیلی که حالا این خود این تاریخچش کی چیگوری پیدا شده خودش تاریخچه است مربوط به اوستای موجود که شاید کلش اروپایی و غربیا کشف کردن و دویستی سال سابقه بیشتر نداره عوستای فعلی ولی چنین که مورخین میگن اقرن سوم چهارم هجری به بعد <clears throat> به اصطلاح ایرانی ها تحت تاثیر کتابت اسلامی این رو نوشتن در صورت اینی میخوام عرض بکنم که هدایت از بالا هست که به صورت الغا الغای پیام به شخص نبی هست و بعد اون تبدیل به کلام شفایی میشه و بعد اون کلام شفایی تبدیل به کتابت میشه زمان پیامبر و بعد از پیامبر زمان عبیبک برای اولین بار یه مصحف جمعوری میشه از مصاحف مختلف و اونم یه نسخه بیشتر نبود که میگن ابو اون رو در اختیار آیشه گذاشت ام المؤمنین و به عنوان امانت ولی باز کتاب در اختیار عموم مردم نبود قرآن در اختیار عموم مردم نبود بعضی از صحابه مصحف برای خودشون داشتن ولی مردم به اون دسترسی نداشتن زمان عمر گزارش نشده که قرآن تدوین شده باشه ولی زمان عثمان که میرسه به دلیل اینکه اختلافی در قرائات قرآن پیدا میشه بسیاری از صحابه بزرگان قوم پیشنهاد میگورن یک متن نهایی داشته باشیم که قرائت واحد داشته باشه که به هر حال قرآن عثمانی تدوین میشه بقیه قرآن ها سوزنده میشه قرآن میمونه بنابراین قرآن امروز به عنوان وحی ملفوظ در اختیار ما هست بنابراین وحی عمدتا از بالا هست حالا سوال اساسی که وجود داره اینه که خداوند چرا هدایت میکنه؟ یعنی چرا خداوند انسان رو هدایت میکنه به چه دلیل خیلی خوب حالا خدا با هر تصوری که از خدا داریم خدایی که اون بالا نشسته خدایی که رو عرش خدایی که جان جهان به قول مولوی تفسیرهای مختلفی از خدا وجود داره از قدیم تا حالا که شاید در زمین بحث یه جوری به شکلی هم به اونها اشاره بکنیم <clears throat> ولی سخن اصلی اینه که اصلا چرا خداوند انسان رو هدایت میکنه به چه دلیل ضرورتش چیه خب این یک پرسش بسیار مهمیه که ما از کجا احساس کردیم از کجا فهمیدیم که خداوند انسان رو هدایت میکنه چگونه از کجا فهمیدیم چرا باید اصلا خداوند انسان رو هدایت بکنه مگر انسان خودش عقل نداره مگر انسان خودش شعور نداره مگر خود انسان حالا خود انسان رو آفریده با عقل شعورش که حالا به همه اینا میرسیم خب خود انسان که میتونه رو پای خودش وایسته دیگه چه لزومی داره که از جانب خداوند هدایت بیاد برای بشر و اون هم در قالب وحی در قالب کلام مرفوع تورات انجیل قرآن و اوستا چه و چه حتی در ادیان هندی اوپانیشادها وداها و اونها هم البته در اونجا پیامبری نبوت وحی قرآن وحی ملفوظ به صورتی که در ادیان ابراهیمی هست در اونجا وجود نداره در اون شبقاره هندو یا اون مناطق خب از قدیم تا حالا یه تفسیر دیگری وجود داره حتی بودا میگن به خدا هم اعتقاد نداشت بله خب امروز بالاخره همونجور که دالای لاما گفت که ما بالاخره به یک معنا به خدا اعتقاد داریم یا با یک تفسیری از خدا به خدا اعتقاد داریم و بودا نه نبوت داشت نه ادای خدایی داشت ولی به هر صورت اونها هم به نوعی سرشون به آسمان دیگه به نوعی بالاخره یعنی از این نظر با ادیان ابراهیمی چندان تفاوتی ندارن این به این نکته مهم اول اشاره کنیم که ما امروز که بحث میکنیم به بحث ما بحث پیشینی نیست به تعبیر اهل فلسفه بحث پسینی هست یعنی وحی اتفاق افتاده یا کسانی مدعی وحی شدن به نام پیامبران که ما از جانب خداوند برای شما پیام آوردیم و این پیام هم هدفش اینه و شما اگر بپذیرید اگر به این پیام پاسخ مثبت بدید اینجوری میشود اگر نپذیرید چنان میشود این پ... پیشینی نیست یعنی ما با یک دلیل فلسفی با یک دلیل نمیدونم که عقلی محض با یک دلیل برهانی محض ما بهش نرسیدیم همونجور که راجب خدا همینطور میشه باید گفت اصلا راجب اصل خداوند خب خدا مطرح شده دیگه از اوایل تاریخ بشر از همیشه انسان یک تصوری از امر الوهی داشته یک تصوری به تعبیر و قرآن از عالم غیب داشته همیشه سرش متوجه آسمان بوده به هر دلیلی از نظر تاریخی از جامعه شناسی از روان روانشناسی ولی اینکه به واقع خدایی اونم خدای متشخص که در قرآن خب آیات عموم آیات قرآن نشانی از خدای متشخص داره دیگه یعنی خدایی که شخصواره خدایی که شخصانیز خدایی که سخن میگه خدایی که پیام میده خدایی که دعوت میکنه خدایی که عذاب میکنه اقاب میکنه ثواب میده بهش داره همه این چیزایی که گفته میشه در ادبیات دینی نشان دهنده اینی که خداوند شخصواره یعنی <coughs> خدا دارای یک صورت معینی هست خشم میگیره عصبانی میشه خوشحال میشه ناراحت میشه عذاب میکنه به همه این حرفا دیگه این هم تو ادبیات دینی ما به عموم مؤمنان دینداران هم اینجوریه که خب یک نوع ادبیات ایجابی است یعنی یک نوع الهیات ایجابی است که من البته خودم بیشتر به ادبیات عدب، به, به الهیات سلوی بیشتر اعتقاد دارم که البته بماند ولی عموم دینداران اون از ظواهر آیات قرآن برمیاد اینو است، استنباط رو دارن خب حالا درباره خدا هم همیشه بحث میشه مطرح کرد به همین دلیلی که از قدیم متکلمین تلاش کردن بعد از فرض خداوند دقت بفرمایید بعد از فرض خداوند بعد از مسلم گرفتن امر الوهی به اینکه خدای سانه و خدای خالق آفریدگار وجود داره بعد برای اینکه ضرورت وجود خدا را ثابت کنن به دلایل متعددی متوسل شدن به نحوه پسینی حالا متکلمین با یک زبان ادبیات ادله برای اثبات وجود سانه آوردن از کنم که عرفا <coughs> یه جور دیگه حتی دانشمندان و علوم فیزیک و علوم طبیعی در این دوران جدید به شکلهای دیگری او رفا با شهود متوصل میشن از طریق شهود میخوان خداوند رو شهود کنن متکلمین از طریق عقل میخوان که خدا رو عقلانی کنن از طریق عقل تفسیر چیز بکنن حتی فیلسوف بسیار بزرگ دوران ساز مانند کانت به به اخلاق رو اساس میگیره تا جایی برای خدا باز بکنه خب کانت خدا به خدا اعتقاد داشته دیگه. حالا منتقد مسیحیت بود ولی به خداوند اعتقاد داشت و اساسا از طریق اخلاق خداوند ثابت میکنه از طریق ضرورت افعال اخلاقی میارای اخلاقی میگه و یک, یک به سلام مرجع و یک منبعی باشد که میارهای خیر و شر رو برای تو مشخص بکنه و اون جز خداوند کسی نیست بنابراین میخوام بگم که اگر کسی بگه که خب شما از کجا ثابت کردید که خداوند انسان رو هدایت میکنه میخوام بگم که امر پیشینی نیست امر پسینی هست همون گونه که درباره خود خداوند هم ما ادله که برای اثبات وجود سانه و اثبات وجود خداوند در عالم میاریم و آوردن از گذشته تا حالا در ادیان مختلف از کنم امر پسینی هست یعنی خدا فرض گرفته شده بعد برای اثبات وجودش دلیل میگیریم میاریم خب خود اون فرض از کجا آمده؟ یه تجربه بشری حسی وجودی شهودیه بگه نه شما با یه اصطلاحی داره کانت میگه که دین در محدوده عقل تنها خدا در محدوده عقل تنها قابل اثبات نیست همینطور پیام الهی هم در غالب عقل ماست اگر کسانی که ایراد میگیرن یا منت... چیز میکنن راجع به وی که شما از کجا میفهمید یا از چگونه میشه گفت که خداوند به انسان رو هدایت کرده میگم چگونه در وجود خدا رو شما ثابت میکنید چگونه درباره خدا این حرف رو نمیزنید ولی بعد بخواسته به پیام الهی حرف میزنید برحال ما امروز به عنوان یک امر پیشینی که یعنی یک دلیل علمی صد درصد عقلی نمیدونم فلسفی مستقل از باورهای پیشینیمون برای اثبات هدایت الهی و ضرورت هدایت الهی و اینکه خداوند انسان رو هدایت کرده و میکند نداریم و سریع روشن بگم هیچ دلیلی بر این که دلیل عقلی محض ما نداریم اما وقتی خداوند فرض میکنیم بعد اون وقت میگم روی افعال خداوند روی صفات خداوند روی نقش خداوند رابطهش با جهان و و موضوع هست که اینجاست که عقل و برهان و استدلال به کمک ما میاد برای اونها اون وقت نظریه پردازی میکنیم برای اونها استدلال های عقلی ارائه میدیم در زمینه هدایت انسان هم همینطوره من در اینجا اینکه از کجا فهمیدیم خداوند یا ضرورت هدایت انسان به وسیله خداوند خداوند هادی از کجا هست و از کجا این رو دانستیم من به پنج دلیل اشاره میکنم خوب دقت کنید من به پنج دلیل اشاره میکنم که بگم من دقت و تعمل در اینها به لازم عقلی نه به لازم نقلی ما رو قانع میکنه که خداوند انسان رو هدایت کرده است یا ضرورت هدایت الهی برای ما تا مشخص خواهد شد اول خب اولین چیزی که در تاریخ دین ها مطرح است ادعای خود پیامبرانه یعنی کسانی که دعوت الهی رو پیام الهی رو برای ما گفتند خود پیامبران اونم چی پیامبران صادق که حالا اینه در جای خودش باید علاهده یه دیگه ثابت کنیم که اصلا ما چگونه پیامبر میفهمیم از کجا فهمیدیم که این پیامبر بهش وحی رسیده از کجا فهمیدیم که پیامبری که مدعیه که من از جانب خداوند براتون سخن میگم راست میگه چگونه هست آیا با علم رسیدیم با فلسفه رسیدیم با تجربه شخصی رسیدیم با منطق اقلانی محض رسیدیم اینا ده ها است که باید در جای خودش بحث بشه که انشالله من حالا در گفتارهای بعدی بهش خواهم پرداخت ولی به هر دلیلی که ما امر نبوت را پذیرفتیم یعنی پیامبر را پذیرفتیم خب او را هم راوی صادق دانستیم بنابراین به حرف او هم ایمان آوردیم یعنی اول به صدق نبی ایمان میاریم بعد به صدق گفته های او ایمان می آوریم بله صدق یک فرد لزومند به معنای این نیست که همه گفته او هم صادق باشه نه ممکنه من در گفتارم یه آدم صادقی باشم راستگو باشم اما در این حال حرف من اشتباه باشه بله با هم الزام نداره ولی خب ما میبینیم در تاریخ ایسا و موسا و محمد همه دیدیم کسانی که به اونا ایمان آوردن اول به صدق نبی ایمان آوردن و بعد به صدق گفتارهای او هم ایمان آوردن خب این دلیل اول من هست که ما میتونم اقامه بکنم برای اینکه خداوند انسان رو هدایت کرده خب از چه طریقی میفهمیم دلیل اول ادعاها و مدعیات خود کسانی هستند که ما امروز اونها رو به عنوان پیامبران میشناسیم پیام آوران پیام آورده به ما،, به ما به ما ابلاغ کرده و گفته من این از جانب خداوند دارم برای شما میگم خب ما هم به صدق گفتار او ایمان آوردیم از طریق علم نیست از طریق فلسفه نیست از طریق حتی شهود فردی هم نیست به هر حال به صدق این آدمی محمد امین که تو مدینه مکه مك... 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 زندگی میکرده خانوادهش خود هر چهر سال عمر حالا از هر طریق به اون ایمان آوردیم خیلی زندگی ما هم پر از همین اعتماد هست دیگه امروز میگن سرمایه اجتماعی اعتماد دیگه 90 90 درصد اگر مبالغه نباشه 90 درصد امور زندگی ما بر اساس اعتماده یعنی همین الان اگر یه نفری در تهران به من زنگ بزنه و بگه که آقا خبر نداری امروز در تهران یک متر برف باریده که البته خدا کنه این چنین باشد که متاسفانه جوری نمیشه ولی بگه, بگه که یک متر برف باریده من بدون تردید حرفش رو قبول میکنم ما که دیگه نمیرم امتحان کنم دو صد جور دیگه نمیدونم آزمایش کنم و از طریق دیگه تحقیق کنم ببینم که واقعا درست میم وقتی که اون شخص صادق میدونم خب میگه ببین میفذیرم دیگه بنابراین دلیل اول اینه دلیل دوم که متکلمین آوردن که به نظر من درستم هست ضعف عقلانی بشره دلیل دیگری که متکلمین آوردن برای اینکه ما انسانها نیاز به هدایت داریم نیاز به دستگیری داریم ضعف اقلانی بشره شاه ترکان چیز شریک حافظ میگه با اشاره با داستان بیژن و منیژه شاه ترکان چه پسندید و به چه هم انداخت دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم نمیدونم اون داستان هزار بیتی فردوسی هم آورده رو بیژن و منیژه که فرصت نیست من داستان تعریف کنم حافظ ببین هنرمندی شاعرانش و سخنسنجی و سخندانیش تا کجاست که در یک بیت هم به کل داستان اشاره کرده هم نتیجه اخلاقی و عرفانی خودش گرفته شاه ترکان چه پسندید و به چه هم انداخت حالا کی باید رو نجات بده؟ کی باید از این چاه در بیاره؟ تهمتن یعنی رستم توی اون داستان رستمی که میاد بیژن را ته در میاره. دستگیر نشود لطف لطفا تهمتن چه کنم؟ ببینید از این منظر به قضايا نگاه کنیم. آخر مگر همه زندگی ما و همه ارتباطات ما و همه ارز کنم که چیزایی که در زندگی میپذیریم و اونا رو قبول میکنیم و به اونها وفاداری میگه همه اینا رو ما با عقل برهانی ثابت کردیم عرفای ما نو... عارفان ما شاعران ما نویسندگان ما متکلمین ما فیلسوفان ما ده ها از ده ها طریق در این باره بحث کردن بنابراین ضعف عقلانی بشر یکی از دلایلی که میگن انسان نیاز به هدایت از آسمان هدایت الهی داره اینی که بشر از نظر عقلانی دوران طی کرده البته مثل امروز دیگه نیست حالا من توضیح میدم ولی در طول تاریخ بشر دچار عقلانی بوده دیگه یعنی همه چیز رو خودش تشخیص نمیداده بله به تدریج اقل انسان رشد کرده فکر انسان رشد کرده علم انسان رشد کرده آگاهی انسان بیشتر شده ولی در آغاز که اینطوری نبوده که بنابراین میگن ضعف عقلانی بشره. به همین دلیل بر همین اساس است که نظریه معروف اقبال شکل میگیره که شریعتی همون رو تایید میکنه که اینجا این نظریه اقبال به نظر من خیلی مهمه اقبال در احیای فکر دینی راجع به فلسفه ختم نبوت یه بحثی داره و میگه که بله ما در دورانی که در طفولیت بودیم که کانتم میگه یک رساله روشنگری که داره میگه الان وقت اون رسیده که بشر از دوران طفولیت بیاد بیرون از سقارت بیاد بیرون دیگه رو پای خودش وایسته اقبال هم یه چنین تحولی یه چنین تفسیری از سیر تحول بشر داره خب بشر یه دوران طفولیت داشته دوران سقارت داشته دوران کودکی داشته دوران شیرخاری داشته خود در این دوران نیاز به دستگیری از تمتم بوده دستگیری از آسمان بوده اقبال میگه که اما با پیامبر اسلام به دورانی که عقل استقرایی رسیده تمدن ایران آمده تمدن یونان آمده تمدن بیزانس آمده روم آمده و, و بشر به مرحله رسیده که دیگه, دیگه نیاز مستقیم به دستگیری از آسمان نداره خیلی اه, تعبیر اصطلاح زیبایی حالا من نمیخوام بگم این ایراد داره نداره مرحوم مطهری مثلا بیاد به شدت این رو رد میکنه میگه که اون چیزی که اقبال میگه این ختم دیانت است نه نه خط ختم نبوت که به نظر متحری اشتباه میکنه حرف اقبال رو درست متوجه نشده شریعتی هم همین حرف در اسلام شناسی مشهد از اقبال نقل میکنه و عینا همون رو تایید میکنه بنابراین او میگوید که بعد از در قرن هفتم میلادی بشر به مرحله ای رسیده که دیگه نیازی نداره از جانب آسمان هدایت بشه میتواند در پرتو همون دعوت دینی انبیا انبیای گذشته عیسی موسی ابراهیم محمد همه پیامبران زرتشت در پرتو همون دعوت دیگه با عقل استقرایی خودش حرکت کنه روی پای خودش بیسته به قول کانت از دوران طفولیت و سقارت بیاد بیرون پس بنابراین یکی در دلایلی که میارن برای اینکه انسان به هدایت آسمانی خداوند نیاز داره طفولیت بشره اما این توفولیت برای امروز و تا پایان تا این برای یک مرحله هست برای یک مرحله بوده که اقبال میگه قرن هفتم بوده حالا یکی ممکنه بگه قرن 18 بوده یکی ممکنه بگه قرن دهم ده بوده حالا روی اون بحث نمیشه کرد ولی به هر حال اون چه مسلمه اینه که هدایت از آسمان برای دورانی است که بشر به این نیاز داشته این دوم سوم مهار قرائض و شهوات و خطرناک بشر ارز کردم باز دیگه تکرار میکنم این دلایل ما دلایل پسینی نیست یعنی بعد از آنی را که ما پیامبری آمده پیامبرانی آمدن هدایت الهی را مطرح کردن وحی را مطرح کردن دعوت خداوند را مطرح کردن به بشر هشدار دادن انذار و تبشیر صورت گرفته خب ما داریم درباره تحلیل این که چرا صورت گرفته داریم تحلیل میکنیم بحث میکنیم وگرنه این امر پیشینی نیست که از همون اول به در خلع برای اونا استدلال بیاریم که استدلال عقلی محض به هر حال این انسانی که دوران طفولیت گذرانده دوران قارنشینی و دوران جنگلنشینی و دوران خامخاری و دوران کشاورزی و همه این مراحل طی کرده به بعد ادامه داده هنوزم که هنوزه بشر ان الانسان لایت یتقا قرآن میگه دیگه انسان تقیان میکنه حتی در همین سال پیش از کنم فیلسوف بزرگی به نام هابس پیدا میشه توماس هابس پیدا میشه و او در دیدگاهش میگه انسان گرگ انسان است بنابراین فلسفه باید انسان رو مهار بکنه عقل باید انسان رو مهار بکنه قانون باید انسان رو مهار بکنه تمدن انسان را مهار کنه همه اینا برای مهار قرائد و شهوات و تقیانگری انسانه و تاریخ بشر هم نشون داده که اگر این های انسان تقیان کنه مثل آبی که تقیان میکنه همه چیز از خودش میبره تاغوت که در قرآن گفته میشه تاغوت یعنی تقیانگر تقیان هم وقتی که میکنه مثل آب رودخانه یعنی اگر آب راین از حد معینه بیاد بالاتر سرریز میشه به دو طرف خرابی به بار میاره همونجور که سیلهایی که الان در دنیا میاد در این دوران تغییر آب هوایی در ایران خودمونم یا بارون نمیاد وقتی هم بارون میاد سیل را میفته نابود میکنه بشر به حال خودش گذاشته بشه تقیان میکنه حتی بشر قرن بیست یکم نیاز به مهار قرائض و شهوات داره در یه باری در یک جای خوندم این جمله واقعا جمله برای من خیلی تو ذهنم همچنان مندگار شده خیلی مهمه گای به مناسبت از این جمله استفاده میکنم یه جایی نوشته بود که در طبیعت انسان خطرناکترین ترین موجوده همونجور که میبینیم الان چی بر سر طبیعت آورده چی بر سر آب آورده چی بر سر محیط زیست آورده ما چیه در ارتباط و بحث هدایت ما این است که این استدلال رو میتوان ارائه داد که انبیا پیامبران از طریق وحی الهی از طریق دعوت الهی از طریق هدایت الهی میخوان جلوی این طغیانگری انسان را بگیرن این شهوات و قرائز تقیانگر ان الله به ان الانسان لا دروی این تقیان رو بگیرن آیا به نظر شما این دلایل قانع کننده نیست برای هدایت الهی برای ضرورت هدایت الهی حالا این هدایت چگونه بوده بس خواهیم کرد ولی اصل هدایت و مسئله آخر مسئله خروج از غفلته این که دیگه بحثی است که فقا به صلاح عرفا مطرح کردن و به نظر من خیلی مهمه این چون وقت من تمام شده این تتمش رو توضیح مختصر میدم برای آغاز جلسه آینده و بعد بحث رو انشاءالله در جلسه آینده بدرود